سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. در دو هفته پیش بخشی از این کتاب داوری یا عریضت النساء رو براتون خوندم. اتفاقا بعضی از دوستان اصرار دارن که باقی این مثنوی رو هم براتون بخونم. دفعه دو هفته پیش در ارتباط با دانشگاه بود، بعد در ارتباط با مسئله به اصطلاح اتمی و حق مسلم بود که خوندم و ظاهرن این روزهای حق مسلم رو هم بتون ریختن روش. حالا بقیهش بازگشت به دانشگاه هست، برگشت به دانشگاه که ادامه دارم. شرح رنج اهل دانشگاه بود، مثنوی را قصه ای جانکاه بود. قصه آتش زد بر اندام کلام، وان حدیث دانش آمد ناتمام. وان حدیث دانشی مردان پاک، فخر ایران این شرف بخشان خاک. آن همه عمری که خوبان باختند، تا به میهن رایتی افراختند. همچو شمعی بهر ایران سوختند، تا به دانش پرتوی افروختند. اینک آن مقصود رنج و راه دور، هیزم است از بهر نانت در تنور. اینک از آن کارگاه سرفراز، فکر و فرهنگاور و آینده ساز. در توحش پادگانی کرده ای، دزد ره در کاروانی کرده ای. امنیت در سایت بر بام و در، گشته است از کیمیا نایابتر. ذره آزرم در جان نیستد، رحمتی بر نوع انسان نیستد. تا به کامت چرخ دون گردد خوشی، واسیایت گر به خون گردد خوشی. شرم بیگانه است با دنیای تو، جز به بیشرمی نپوید راگ تو. با وجودت آز و کین آمیخته، دشنه از دین کرده و خون ریخته. آختست این دشنه بر پیر و جوان، نیست انسانی ز شرت در امان. خاندانی قنچه دلبند را، زادن و پروردن فرزند را. بار جان رنج جهانی برده است، لحظه ها در لحظه ها بشمرده است. تا تو در یک لحظهش پرپر کنی، یاد او داغ دل مادر کنی. لعنت حق بر که بود این جامت، محو باد از این جهان هنگامت. ای دو صد نفرت به زهد قاتلت، وان به جلد حق وجود باطلت. این چراگاه حتی دانشگاه بود، باغ وحشت را نمایشگاه بود. شد ز اعجاز تو بهر مشتری، چارواداری همان دانشوری. هر که را بر تن سری ارزنده بود، یا وجودش بهر دانش زنده بود. خود از این وحشت سرایت دور شد، یا به ترک کار خود مجبور شد. یا لجنزار تو خردش کرد و خار، یا بر او در بست دست روزگار. یا ز کشور رفت یا دق کرد و مرد، الغرض یک تنز جورت جان نبود. یادی از روزگار دمیان حق بیامرزاد آن اصحاب قار، که از توشان با آبروتر بود کار. زان که اهل کهف چون زی شهر شد، نقد دقیانوسیش بی بحر شد. سکه های خیش را بی ارز دید، مقصد خود را برون زی مرز دید. کار مردم را به مردم وانهاد، رفت و نام نیک از خود جان. شد به قار خیش زی خواب ابد، تا در این گیتی نگردد گرد بد. رفت و سر در لاک خود زی غار خود، شد فرو در غیبت اعصار خود. شد فرو در خواب جاویدان خیش، تا نگردد کار دهر از وی پریش. شد به غار خیش و با خیش آرمید، هیچ جاندار از وی آزاری ندید. لیک اصحاب تو تا از خواب خود، همچو خرس خفته ای بیدار شد. ریش و پشم خیش را پرپشت دید،
نقد دقیانوسیش در مشت دید، گفت با خود نان ما در روغن است، وقت ما خوش بخت ما آبستن است، دست خیر الماکرین در کار کرد، سکه بر کف راه زی بازار کرد. نقد دقیانوسیش ابزار کار، گفت انا المأمور من پروردگار، گفت اینک سکه ها اعجاز من، هست با ساز خدا آواز من. گفت بعثت داد ما را حق بغار، تا شمایان را سراید انتظار، تا جهان را رستگاری آوریم، نان گرم و آب جاری آوریم، تا شما را راه بنماییم نیک، از شیاطین زی خدای لا شریک. گر شما را دیده می خواهد گواه، حجت ما عکس ما بر قرص ما، نک به روی بام ها تان بر شوید، چهره ما را تماشاگر شوید، گر ز ما برهان طلب دارید بیش، حجت ما لای قرآن موی ریش. خر شوید و خر شوید و خر شوید، زیر نور ما قوغاگر شوید، گوش بسپارید بر اصحاب قار، تا در آردتان دمار از روزگار، تا برون آرد به ضرب تیشتان، ریشه هاتان را ز خاک بیشتان. این چنین بود بعثت اصحاب تو، دیو و دد بیدار گشت از خواب تو، بود در کهف تو دیو و دد به خواب، ناگهان بیدار شد در انقلاب، ناگهان بیدار شد مور و ملخ، باغ ایران را نه گل ماند و نه شخ، باغ ایران بخشی از اغنام شد، قاضیان را هیزم حمام شد، اهل دین بر هستی ما کینه توخت، باغ ایران را به مطبخ برد و سوخت، کرد جاری بر زمین قانون قار، حد و تعزیر و قصاص و سنگسار، علم و صنعت برده قار آمدند، جهل و دهشت را خریدار آمدند، دار بست و جرثقیل و کامیون، جمله شد در قتل ابزار جنون، کندن اندام قطع دست و پا، کار ماشین گشت در راه خدا، یافت قانون حمورابی جواز، قدر انسان با شتر شد هم تراز، گشت دقیانوس میر روزگار، تا شود ایران و انسان هر دو خوار، عیش شرعی در دولت قدیس ها، تا شود فحشا مقدس چون نماز، شرع گردد تخت خواب سیره ساز، شرع گردد شارع بازار زن، از دل گهواره تا گور و کفن، تا بسازد از اناس و از ذکور، طرف کالایی در اطراف قبور، شرع گل دارد در اطراف بغا، تن فروشان راز بحر ابتیا، آیه خوانند و تنی اوریان کنند، اشرتی با سکه ارزان کنند، نام این شغل کهن را بیش و کم، صیغه می خوانند شیخان عجم، صیغه می خوانند تا شرم و عفاف، پر شود چون زهد در زیر لحاف، تا بسازد روسپیگاهی وزین، دولت اسلامی ایران زمین، دولت قدیس ها مرتاز ها، بوزرا موزان و سلمان ساز ها، سازد از ایران لجنزاری که هست، ننگ شهر مسکنت باری که هست، زمیان نیمی غریق اعتیاد، نیمه دیگر نگون سر در فساد، روزها هر روز بهتر می شوند، روسپی ها نوجوانتر می شوند، پیش از این گر سن و سال روسپی حد به مرزی داشت در اطراف سی، این زمان از معجز نعلین پوش، 13 سال است سن تن فروش، دولت دینی هدایت می کند، کودکانش را حمایت می کند، بچه ها را پول توجیبی دهد، دختران را مرد تقریبی دهد،
شوی عیاشی به هر معصومه ای میدهد فی المدت المعلومه ای. گر به انکهتی تنی ساید به تن شرع میشوید گناه از مرد زن. نور ایمان میخزد زیر لحاف تن فروشی میشود عین عفاف. عیش شرعی عین ایمان میشود شغل فرزندان ایران میشود. خواهران کیستند این بردگان وز کند این زندگی گم کردگان. راستی را دختران کیستند خود اگر فرزند ایران نیستند. خود اگر بر حال آنان ناله ای سر نداد از عمه ای و خاله ای. خود اگر در جستجوی مادری چشم ننشانده است گریان بر دری. کیستند اینان که کسشان یار نیست نوعشان جز در خور بازار نیست. کیستند اینان اگر فرزند ما نیستند این کودکان بینوا. با که باید گفت این درد قریب از که باید خواست ای امن یجی. درودی بر اصحاب کهف. بسته شد میخانه مسجد باز شد. زن فروشی کار مسجد ساز شد. قلعه شد قلعه ویران شد به روی چند زن. این وطن شد قلعه بر اهل وطن. مسجد و کوی و گذر در قلعه است. بقعه و گور پدر در قلعه است. تکیه و بازار و سوق و شارسان کارگاه و مکتب و بیمارستان. این چنین ایران اهل روزگار در میان قلعه ای دارد قرار. قلعه ای از سنگ زهد و خشت دین آبروی آسمان پخش زمین. قحط شرم و اعتبار و عزت است. دولت ارباب دین بر قدرت است. قدرت روح اللهی فرمان رواست. زین سبب ایران به خاری مبتلاست. قدرت اصحاب اوفو بالعهود ملتی در قعر و ملا در سعود. گر تو را اخلاق و دین زینگونه بود کار ادیان از ازل وارونه بود. گر تو را پیمان و عهد دین بوده است نام بیداد و ستم دین بوده است. داد از این کهف تو و آن خواب تو لعن و نفرین باد بر اصحاب تو. لیک بر اصحاب کهف باستان آفرین باد و درود از راستان. زان که آنان آدمیت داشتند خیش را مرد خدا ننگاشتند. بهر روزی چند ملک و مال و جاه دین نشد در چنگ آنان دام راه. زان میان با خدعه اعجاز قار کس نشد بر پیکر مردم سوار. کس نگفت اینک منم در این جهان نایب الحق مهدی آخر زمان. آمدستم تا شوم شاه شما قدوه دین قصوه راه شما. تا ولی الامر اهل روزگار گردم در سایه پروردگار. کس نگفت اینک منم در این جهان نایب الحق مهدی آخر زمان. آمدستم تا شوم شاه شما قدوه دین اسوه راه شما. تا ولی الامر اهل روزگار گردم در سایه پروردگار. کس نگفت از غار می آیم برون تا روان سازم خدا را نهر خون. چون تو کس دعوی دینداری نکرد قدرت از ملت طلبکاری نکرد. تاج بر امامش آزین نشد دست و دستارش به خون رنگین نشد. چون تو کس از اصحاب کهف اولین دین به قدرت در نیالود این چنین. با ریاست ها دم از آیین نزد و سیاست ها لجن بر دین نزد. نیمه شب در کوی و برزن در نکوفت کودک و پیر و جوان را سر نکوفت. دست در خون جوان مردان نکرد خانه را بر خاندان ویران نکرد. نقد دقیانوس را با خیش برد کار مردم را به مردم واسپرد. دین خود را برد زیغاری که بود تا ابد در خلوت ژرفش کنود. راستی را خاک این اصحاب غار بر سرت باد فریب روزگار. شاد و سرفراز و سربلند باشید.